حسن روحانی در گفتگوی خود که روز سه شنبه 13 بهمن به شکل زنده از شبکی اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به پولهای آزاد شده ایران پس از برداشتن تحریم ها اشاره کرد. پولهایی که شکل مصرف و هزینه کردن آنها منجر به بحث و انتقادهای فراوانی شده است. مهمترین سوال هم این است که آیا این پول ها صرف واردات کالا می شوند یا آنکه به مصرف سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می رسند؟ حسن روحانی در این باره گفت اصلا از آن پول ها استفاده نمی کنیم. سرمایه گذار خارجی با سرمایه گذار داخلی ما مشارکت می کند. دولت نیز تسهیلات لازم را فراهم می کند و از محل صادرات کالاها به خارج از کشور و فروش کالاها در داخل کشور هزینه های سرمایه گذاری پرداخت می شود و ما مالک صنعت می شویم. یکی دیگر از موارد مورد مناقشه با دولت موضوع خرید 140 هواپیما از فرانسه به بهایی گذاف بوده است. اغلب اصولگرایان به دولت او انتقاد کرده اند که با قراردادهایی که در ایتالیا و فرانسه بسته عملا اقتصاد برشکسته این کشورها را نجات داده است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز معاملات روحانی در ایتالیا و فرانسه را خنجری بر اقتصاد مقاومتی خوانده است آقای روحانی در این زمینه توضیح داد که قرارداد خرید 140 هواپیما از فرانسه در مدت 8 سال اجرایی می شود و پول آن نیز نه از محل دارایی های آزاد شده ایران که از راه فروش خدمات همین هواپیماها و طی چند سال خواهد بود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به محدودیت دوران تحریم ها گفت که انتخاب ایران در آن زمان برای تجارت محدود به دو سه کشور بوده ولی در دوره بعد از تحریم از مزیت همه کشورها باید استفاده کنیم آقای روحانی در رابطه با این قراردادهای امضا شده هم اضافه کرد در قراردادهای اخیر بحث ما بر این است که سی درصد صادرات داشته باشیم منتقدان به سیاستهای اقتصادی دولت های نهم و دهم همواره تاکید کردند که مشکلات اقتصاد ایران نه فقط کشاندن کشور به ورطه تحریم که ناشی از سیاست های ناکارآمد، رانت و فساد اقتصادی است. مجموعی که ارکان اقتصاد را به دست نهادهای نظامی و امنیتی سپرده و به نابودی بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید منجر شده است. یکی از وعده های دولت روحانی به راه چرخ تولید و دادن جانی تازه به بخش خصوصی بوده است. آقای روحانی با اشاره به اینکه سالانه بین 800 تا 900 هزار نفر نیروی کار به جامعه افزوده می شود افزود ما در ده سال گذشته حدود هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما اشتغال خالص ما تقریبا صفر و رشد سرمایه گذاری ما نیز تقریبا نزدیک به صفر بود بنابراین ما باید رشد سرمایه گذاری خود را افزایش دهیم تا اشتغال به وجود آید و مشکل بیکاری کمتر شود. وی بار دیگر تاکید کرد چهل درصد مشکلات ناشی از تحریم ها بوده و شست درصد دیگر به مسائل داخلی خودمان برمیگردد. بنابراین آنچه می توانم به ملت ایران قول بدهم این است که دولت از کارآفرینان حمایت خواهد کرد. البته روشن نیست این حمایت در چه ابعادی و با چه اهرم هایی خواهد بود موضوع مبارزه با فساد اقتصادی نیز همچنان از چالش های بزرگ در مقابل دولت روحانی است کاهش بهای نفت دولت را با بزرگترین تنگنای مالی در ده سال اخیر روبرو کرده است. این کاهش با شروع دولت یازدهم در ایران در عرصه جهانی شروع شد و نفت از بشکه ای 100 دلار به 30 دلار نیز رسید. حسن روحانی بارها تاکید کرده است که خزانه دولت خالی است حالا پولهای بلوکه شده ی ایران که بالغ بر 100 میلیارد دلار است دوباره آزاد شدند اما چشماندازی برای افزایش بهای نفت هنوز وجود ندارد رئیس جمهوری ایران با اشاره به کاهش قیمت نفت طی سالهای اخیر گفت اگرچه کاهش قیمت نفت فشار بسیاری بر ما وارد کرد اما در کنار این فشار فرصتی نیز برای کشور ایجاد شد و طی آن ما توانستیم کم کم از اعتیاد وابستگی به نفت فاصله بگیریم به ای که مشاهده می کنیم در بودجه سال 95 تکیه ما به نفت تنها 25 درصد است حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود به برخی از کشورهای همسایه اشاره کرد که به گفته او با حکومت ایران خوب رفتار نکردند اما اگر امروز آماده هستند که جبران کنند ما نباید جلوی جبران آن شرکت و کشور را بگیریم اشاره او احتمالا به عربستان سعودی است که مخالف سیاست های مداخل جویانه ایران در یمن، سوریه و بحرین است آقای روحانی در این گفتگو همچنین تصریح کرد اگر این کشورها همچنان به رفتار خطای خود ادامه دادند دولت برخورد قاطعی با آنان خواهد کرد وی خاطر نشان کرد ایران به دنبال این نیست که قدرت فائقه منطقه باشد و تاکید کرد ما دنبال منطقه قدرتمند هستیم به جای اینکه ما قدرت منطقه باشیم البته ما قدرت منطقه هستیم اما هدف ما یک منطقه قدرتمند است ما می خواهیم همه کشورهای منطقه در صلح و ثبات باشند فلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا با انتقاد از سیاست های مسکو در سوریه گفت روسیه به جای مبارزه با داعش در حال بمباران مخالفان حکومت سوریه است تا از این طریق یک کشور کوچک علوی برای بشار اسد ایجاد کند. آقای همون روز سهشنبه سیزدهم بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفت به اعتقاد او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باعث وخیمتر شدن جنگ داخلی سوریه شده چرا که روسیه بمباران رقبای گروه حکومت اسلامی در سوریه را در دستور کار خود قرار داده است وزیر امور خارجه بریتانیا تصریح کرد معلوم نیست تا چه زمانی روسیه می تواند به این نقش دوگانه ادامه دهد یعنی از یک طرف خود را طرفدار صلح نشان دهد و از طرف دیگر به بمباران مخالفان اسد ادامه دهد وزیر امور خارجه آمریکا نیز از روسیه خواست که بمباران مواضع نیروهای مخالف بشار اسد را همزمان با مذاکرات صلح ژنو برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه متوقف کند جان کری گفت با جنگجویان مخالف رژیم سوریه که هدف حملات روسیه قرار گرفتند عمیقا ابراز همدردی می کند و این نگفت که واشنگتن احتمالا چه اقداماتی برای توقف این حملات انجام می دهد. همزمان با مذاکرات روز سهشنبه نماینده ویژه سازمان ملل متحد و مقامات رژیم سوریه در ژنو ارتش این کشور در نواحی اطراف حلب پیشروی کرده و چند مسیر تدارکاتی مهم شورشیان را به خطر انداخته است یک فرمانده شورشیان به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای تقویتی از جمله موشکهای ضد تانک ساخت آمریکا را به جبه های نبرد در اطراف حلب اعزام خواهد کرد او نبردها در شمال سوریه را سرنوشت ساز توصیف کرد ستفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در بحران سوریه روز دوشنبه آغاز رسمی گفتگوهای صلح سوریه را اعلام کرد پس از دور قبلی مذاکرات که حدود دو سال پیش به شکست انجامید، این اولین اقدام دیپلماتیک برای تشویق طرفهای درگیر به پایان دادن به جنگی است که تاکنون بیش از 250 هزار قربانی گرفته و در کشورهای همسایه سوریه و اروپا یک بحران بزرگ مهاجرت به وجود آورده است. بیانیه ی آقای دیمیستورا با انتقاد شدید گروه های اپوزیسیون سوری روبرو شد که اعلام کردند تا زمانی که نیروهای رژیم بمباران شبکه مناطق غیر نظامی را متوقف نکرده به محاصره شهرها و روستاها پایان ندهند و اسرا و زندانیان را آزاد نکنند در گفتگوهای صلح شرکت نکرده و شرکت نخواهند کرد. چهارچوب و مفاد این مذاکرات توسط قطنامه شورای امنیت که در 18 دسامبر 2015 به تصویب رسید مشخص شده است. ولی آقای دیمیستورا روز دوشنبه گفت فقط قدرت جهانی می توانند آتش بس در سوریه را عملی کنند. بحران بزرگ پناهجویان سوری و گسترش فعالیت گروههای جهادی تندرو در سوریه و از آنجا به عراق و سایر کشورهای خاور میانه پایان دادن به این جنگ داخلی پنج ساله را بیش از گذشته عاجل کرده است اما با توجه به حملات نیروهای دولتی در اطراف حلب و نقاط دیگر سوریه و تداوم تنش بین قدرتهای منطقهی به خصوص ایران و عربستان سعودی به نظر می رسد که احتمال موفقیت مذاکرات صلح که همواره ناچیز بوده کمتر می شود. غلام علی حداد حد عادل مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد رد صلاحیت حسن خمینی را بی احترامی به بیت آیت الله خمینی نامید و هشدار داد قانون به هیچ کس بدهکار نیست بلکه همه آهاد جامعه باید تابع قانون باشند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام روز دوشنبه طی سخنانی تند از رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان عملکرد شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار داده بود عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ی ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز رفتار هاشمی را شبیه دشمن توصیف کرد همچنین محمد رضا توی سرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج به اکبر حاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داده است که مراقب باشند که به بلایی که سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. مجتبا زلنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز به هاشمی هشدار داد که اگر نظام اسلامی رعفت را کنار بگذارد باید اینها به کنار آغازادگانشان در اوین منتقل شوند. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز هم با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت ها در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه همه به روح الله خمینی مدیون هستیم گفت ما مدیون نوح هستیم اما مدیون پسر نوح نیستیم وی شورای نگهبان را از آب هم پاکتر دانسته و به حسن خمینی هشدار داده که هاشمی میخواهد او را هم وارد باطلاقی کند که خودش در آن فرو رفته است همزمان با این انتقادها خبرگزاری فارس با انتشار خبری به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده که با توجه به گیری های تند هاشمی نسبت به رد صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان جامعه روحانیت مبارز به صورت قطعی نام وی را از لیست خود حذف کرده است این در حالی است که محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز درباره حذف نام هاشمی از فهرست جامعتین یعنی مدرسین و روحانیت گفته است که اصلا جلسه ای که در آن این موضوع مطرح شود را نداریم و این سخن دروغ است همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از مشاوره های لازم و پیگیری های مستمر با شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس خبر داد و با بیان اینکه این شورا قول مساعدت، همیاری و همکاری داده تصریح کرد حدود ده هزار نفر از داوطلبان انتخابات فاقد سوء سابقه بودند که از نظر ما و هیئت‌های اجرایی مورد تایید هستند. به گفته آقای رحمانی فضلی حدود 830 نفر نیز بر اساس مستندات رد صلاحیت شده و نزدیک به 340 نفر هم انصراف دادند. وزیر کشور ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که هیئت‌های اجرایی بر اساس استعلام از نهادهای چهارگانه مسئول صلاحیت نامزدها را بررسی کردند اما هیئت‌های نظارت زیر نظر شورای نگهبان بر اساس تحقیقات محلی و عدم احراز صلاحیت‌ها عمل می‌کنند. به گفته رحمانی فضلی حدود 5500 نفر تقاضای تجدید نظر و رسیدگی کردند که شورای نگهبان 20 روز فرصت دارد به اعتراض آنها رسیدگی کند او ابراز امیدواری کرد با اقداماتی که شورای نگهبان انجام می دهد حقوق رد صلاحیت شدگان در چارچوب قانون و مقررات تأمین شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در گفتگوی خبری با تلویزیون دولتی خواستار تجدید نظر در بررسی صلاحیت ها شد وی تصریح کرد به عنوان کسی که قسم خورده است پاسدار قانون اساسی باشد تلاش خواهد کرد که یک انتخابات شکوهمند و حداکثر رقابتی و حداکثر مشارکتی برگزار شود و هیچ شاعبه ای در آن نباشد آقای روحانی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات افزود: نباید شاعبه مهندسی انتخابات در ذهن کسی پیش بیاید وی در عین حال تصریح کرد هیچ کس به هیچ دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند و همه در کنار صندوق انتخابات باشیم شورای نگهبان که مسئولیت نظارت بر انتخابات در ایران را دارد نزدیک به هفت هزار نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده که اکثریت آنها نزدیک به جریانهای اصلاح طلب و میان روح هوادار دولت هستند. بر اساس آمار منتشر شده تا کنون تنها 42 درصد از ثبت نام شوندگان تایید صلاحیت شدند. انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار است هفتم اسفند ماه 1394 برگزار شوند. حدود سه سال از مناقشه گازی میان ایران و ترکیه میگذره مناقشه که در آن ترکیه ایران رو متهم به گران فروشی و کم فروشی در گاز صادراتی خودش به این کشور کرده ترکیه سه سال پیش با طرح دو شکایت علیه ایران به دادگاه بین المللی لاهه خواستار قرامت در این رابطه شده بود در شکایت نخوص یعنی کم فروشی ترکیه مدعی بود که ایران تعهد سالانه خودش مبنی بر تامین 10 میلیارد متر مکعب گاز در سال رو رعایت نکرده و قادر به صدور این میزان گاز نبوده و از این بابت کم فروشی کرده. دادگاه لاهه سال گذشته در بررسی مسندات پرونده این ادعا رو نپذیرفت و به نفع ایران رأی داده بود اما در بخش دوم یعنی گرام فروشی اخیراً این دادگاه بعد از بررسی پرونده شکایت ترکیه رو وارد دانسته و تایید کرده که ایران مبلغی رو که بابت فروش گاز به ترکیه دریافت میکرده بسیار بالاتر از قیمت مرسوم جهانی بوده ترکیه در طرح شکایت خودش گفته بود برای خرید هر هزار متر مکعب گاز از ایران 490 دلار پرداخت میکنه در صورت که همین میزان گاز رو از روسیه با قیمت 425 دلار و از جمهوری آذربایجان به قیمت 335 دلار وارد میکنه. دادگاه الله حالا ایران رو بابت گران فروشی گاز طبیعی به ترکیه یک میلیارد دلار جریمه کرده در این رابطه حمیدرضا عراقی معاون وزارت نفت ایران روز گذشته به خبرگزاری مهر گفته هنوز جریمه قطعی نیست ولی حدود 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود با این همه اون گفته مذاکرات با ترکیه درباره نحوه پرداخت قرامت در جریان هستش اما موضوع به نظر نمیرسه رسه به همینجا ختم بشه چرا که اساسا این قرارداد بلند مدت گازی در دل خودش یک بندی داره که اون بند در واقع محل مناقشه و اختلاف است بندی به نام یا بگیر یا بپرداز. در این بند تاکید شده ایران سالانه متحد به تامین 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برای ترکیه است و اگر ترکیه به هر دلیلی از جمله پر بودن مخازن گازیش یا مشکلات فنی نتونه این میزان گاز رو برداشت بکنه یا به نوعی تحویل بگیره باید مبلغ اون رو تماماً بپردازه اتفاقاً شش سال پیش شرکت بوتاش ترکیه شرکت گاز ملی ترکیه نتونسته بود به میزان لازم و مندرج در قرارداد گاز برداشت بکنه و بر اساس همین بند هم محکوم به پرداخت قرامت 600 میلیون دلاری به ایران شده بود ترکیه البته بارها از ایران خواسته که این بند را از قرارداد حذف بکنه ولی تا به حال ایران زیر بار این درخواست نرفته اما در مورد قرارداد گازی ایران و ترکیه باید گفت که این یک قرارداد بلند مدت 25 سال است که سال 1995 میلادی میان دو کشور بسته شد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اوج تنش و اختلاف دو کشور پیرامون این قرارداد بود که منجر به شکایت ترکیه از ایران به دادگاه لاهی شد اما با روی کار آمدن دولت آقای روحانی مقامات دو کشور با توجه به علاقمندی طرفین بر گسترش سطح مبادلات تجاری خیلی تلاش کردند تا این مشکل رو برطرف بکنن هم آقای زنگنه وزیر نفت ایران و هم تانر ایلیز وزیر انرژی ترکیه ماها روی این موضوع کار کردن اما نتیجه در پی نداشت و نهایتا طرف این منتظر رأی دادگاه شدن و اگرچه هنوز ترکیه داره بر سر این موضوع کار میکنه که اون بندی که تحت عنوان یا بگیر یا به در قرارداد قید شده رو حذف بکنه اما ایران مصرانه گفته که این بند حذف شدنی نیست فقط این احتمال وجود داره که درصد اون یعنی میزان خسارت اون رو کم بکنه فرانک والتر مایر روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران دیدار کرد برلین میگوید موضوع این دیدار توسعه مناسبات دو کشور در دوره پس از پایان مناقشه اتمی بوده است در دیدار شتاین مایر با حسن روحانی یکی از موضوعهای مورد بحث زمان سفر احتمالی روحانی به برلین بود از زمانی که تحریم های بین المللی علیه ایران برداشته شده کشورهای خارجی برای گرفتن سهمی از بازار و قراردادهای خارجی ایران با یکدیگر رقابت می کنند. ایران پس از سالها انزوا در حال بازگشت به جامعه جهانی است و با پایان تحریم ها به حدود 100 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود دسترسی پیدا می کند. حسن روحانی در سفر اخیرش به اروپا به دو کشور ایتالیا و فرانسه رفت و با مؤسسات صنعتی این کشورها قراردادهای میلیاردی امضا کرد اما به آلمان سفر نکرد حال شتاین مایر میخواهد جبران مافات کند خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داد که شتاین مایر روز چهارشنبه در دیدارش با حسن روحانی از وی خواست که از آلمان دیدار کند هنوز روشن نیست که خواست اشتان مایر از حسن روحانی یک دعوت رسمی یا تنها یک تعارف دیپلماتیک بوده است. هفته گذشته هفته نامه شپیگل در گزارشی نوشته بود میان انگلا مرکل، صدر آلمان و زیگمار گابریل وزیر اقتصاد این کشور بر سر دعوت از حسن روحانی اختلاف نظر وجود دارد. گابریل بر این نظر است که از روحانی برای سفرش به برلین دعوت شود در غیر این صورت اقتصاد آلمان در رقابت بر سر مناسبات اقتصادی با ایران از دیگر رقبای اروپایی عقب خواهد ماند اما آنگلا مرکل اعتقادی به ضرورت دیدار هرچه سریعتر روحانی از برلین ندارد و حاضر نیست در مسابقه‌ای که بر سر دعوت از روحانی در اروپا به راه افتاده شرکت کند صدر آلمان معتقد است که ایران همچنان از حزب الله لبنان دفاع می کند. کماکان اسرائیل را تهدید کرده و به رسمیت نمیشناسد و همچنین لبنان را بی ثبات می سازد. اما به اعتقاد ناظران مهمترین عاملی که موجب شده آلمان در گسترش مناسبات با ایران از خود احتیاط نشان دهد به فضای سیاسی داخل ایران باز می گردد. زیرا در سیاست ایران حرف اول را هنوز کسانی میزنند که برای سرمایه گذاری و تعمیق مناسبات اقتصادی قابل اعتماد نیستند شتاینمایر از ایران به عربستان سعودی خواهد رفت. برخی ناظران گمان می‌کنند که میانجیگری میان تهران و ریاض یکی از اهداف سفر شتاینمایر به این دو کشور باشد. اما وزیر خارجه آلمان در تهران گفت لازم نیست که بخواهیم بین دو کشور همجوار ایران و عربستان وساطتی داشته باشیم. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که برابر این وزارت تفاوتی با وزارت خزانهداری داری آمریکا درباره دارایی های آزاد شده ایران ندارد و 100 میلیارد دلار از دارایی های تهران آزاد شده است به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا آقای کربی در پاسخ به سوالی در مورد ارقام متفاوتی که وزارت خزانهداری داری آمریکا و وزارت امور خارجه آن کشور در مورد دارایی های آزاد شده ایران ارائه دادن گفت میزان نقدینگی که ایرانیان به آن دسترسی دارند کمی بیش از 50 میلیارد دلار است چرا که مقداری از دارایی های آزاد شده ایران مصروف بدهی به چین یا سایر تعهدات بین المللی خواهد شد وی تصریح کرد بخشی از دارایی های آزاد شده ایران صرف امور زیربنایی خواهد شد به هر حال اینکه ایرانیان نقدینگی در دسترس خود را چگونه هزینه کنند به خودشان مربوط است همزمان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران نیز پیش از این در گفتگو با شبکه العالم دارایی های آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی مقام های مالی و بانکی اروپایی می گوید با وجود لغو تحریم های اتمی وضعیت روابط میان بانک های اروپایی و ایران همچنان مبهم است و آنها همچنان محتاط و در انتظار روشن شدن اوضاع هستند ماتیاس فکل وزیر بازرگانی خارجی فرانسه پیشتر گفته بود از واشنگتن خواسته است تا در ارتباط با لغو تحریم های ایران پارامترها و جدول زمانی موجود شفاف سازی کند یک منبع بانکی در فرانسه روز 13 بهمن ما به خبرگزاری فرانسه گفته است در که واحدی از شرایط موجود میان آن کشور و ایالات متحده وجود ندارد و ما در شرایط اینچنینی نماید دست به ابتکار عمل بزنیم.